فضای مجازی تقریبا تبدیل به یک میدان نبرد بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان شده. ابتدا هشتگ‌های برتر رو نگاه می‌کنیم. Election Day ماریکوپا کاونتی که پنجمین شهر پرجمعیت آریزونا است و آی ووتد در صدر قرار دارن که بعد هم بهشون می‌پردازیم. کاربران دموکرات با استناد به صحبت‌های جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و باراک اوباما که اشاره کرده بودند که دموکراسی در خطر نظر دادن، مثل شریلین که کاربر دموکراته و معتقده که فرقی نمی‌کنه هوادار کدوم جناح یا رنگ باشی، فقط باید یک فرد شایسته رو انتخاب بکنی که دموکراسی آمریکا خیلی اهمیت رو به خطر نیفته. در مقابل هواداران ایرانی جمهوری خواه هم نظر دادن و معتقدن که رای دهندگان ایرانی باید در این انتخابات به دموکرات ها اگر رای بدن، این باعثه که خون مهساها و نیکاها و کلن ایران رو بهش خیانت کردن. اما بخش بزرگی از کاربران فضای مجازی هم از روزهای گذشته نسبت به نتیجه این انتخابات ابراز نگرانی کرده بودند. مثل این کاربر که میگه اقتصاد و سیاست دنیا به انتخابات میان دوره‌ای وابسته است و پیام‌های زیادی هم دریافت کردیم. چند پیام را آماده کردم که با هم می‌شنویم. حالا حاضر در امریکا رئیس جمهور و کنگره نقش مهمی داره. این در حالی است که کنگره میتونه فشار زیادی به رئیس جمهور بیاره، ولی الان خب دست دموکرات هست و حتی الان چند نفر جمهوری خواهم که هست وجود دارن، اونا هم اعلام موضع جدی و صریح کردن نسبت به جمهوری اسلامی ایران و اگر که انتخابات میان دوره‌ای بخواد منجر به موفقیت و پیروزی جمهوری خواه بشه، من فکر میکنم 100% اعلام موضع خیلی جدی مقابل سیاست جمهوری اسلامی و حتی جنگ اوکراین و حتی مواضع چین و روسیه خواهد بود. ایرانیان در آمریکا نگاه میکنن که کدوم یکی از دو حزب عمل به قولهاشون بیشتره و در راه رسیدن به آزادی بیشتر بهشون کمک میکنه. مطمئنن اون حزب تمام آرای ایرانیان در آمریکا رو به دست میاره و ما هم کمک به تأثیر گذاره به دست میاریم.